سلام، نازنین هستم. به چنل مگافکت خوش اومدید. در این ویدیو میخوام یک نمونه از حمایت رضاشاه از زنان رو براتون بگم، اونم توی دوران مرسالار قدیم. دوستان لطفاً لایک کنید و کامنت فراموش نشه. یکی از افتخارات آمریکایی‌ها داستان این آقاست که به طور خیلی خلاصه براتون میگم که بی ربط به موضوع اصلی ما نیست. جیمز مری دیت از دادگاه ایالتی حکم میگیره که بره دانشگاه میسیسیپی درس بخونه، اما وقتی که وارد دانشگاه میشه دانشجو با کتک و تیپا میندازنش بیرون، اونم میره عدلیه معترض میشه. بعد دادگاه عالی و دادستان کل که اون موقع رابرت کندی بود دستور میده که جیمز با اسکورت نیروی گارد ملی بره دانشگاه و بیاد. به این ترتیب جناب جیمز مریده تونست درس بخونه و برای اولین بار در تاریخ آمریکا یه سیاپوست تونسته بره دانشگاه مختلط. وقتی جنبش سیاپوستان رو بخونید، این داستان یکی از داستان‌های عظیم الشأن برای بزرگی و مظلومیت خاندان کندی و خدمت عظیمی که به جامعه آمریکا کردند و تا به امروز هم چندین فیلم و سریال و مستند و کتاب و غیره در مورد این داستان نوشته شده. حالا برگردیم به حدود 40 سال قبل از داستان جیمز مریدیت و روزا پارکس و غیره. بیایم به کشور خودمون. در سال 1306 این خانم تصمیم میگیره که کشف حجاب کنه و بدون حجاب از خونه خارج بشه. در جامعه ایران که ملت با بی‌حجابی مخالف بودن، این مدل ظاهر شدن در انظار عمومی خطر جانی داشت و البته که معلوم شد همینطور هم هست. مردم توی کوچه و خیابان به صدیقه دولت آبادی حمله ور شدن. خبر به دربار رسید که به زنی در خیابان حمله ور شدن. وقتی رضا شاه جویا شد که چرا به این زن حمله شده، گفتن جرمش این بوده که حجاب نمیخواسته. رضا شاه فوراً سرتیپ محمد صادق خان کوپال، رئیس وقت شهربانی کشور رو احضار میکنه و بهش دستور میده دو پلیس رو برای حفاظت از خانه صدیقه دولت آبادی منصوب کنه. رضا شاه تاکید میکنه که این دو نیروی پلیس وظیفه دارن تا هر جایی که خانم صدیقه دولت آبادی رفت و آمد کرد اونو اسکورت کنن و حتی زمانی که در منزل هستن از خانه او محافظت کنن. این داستان و اسکورت زنده یا صدیقه دولت آبادی تا زمان تصویب قانون کشف حجاب ادامه داشت، یعنی تا 7 سال بعد ادامه داشته. یه سوال از شما دارم، چند نفر شما تا حالا این داستان صدیقه دولت آبادی رو شنیده بودین؟ گفته شده رضا شاه به ترکیه سفر کرد و از آتاتورک یاد گرفت و اومد مردم رو به زور بی‌حجاب کرد. اتفاقا توی همون دورانی که رضا شاه به ترکیه رفت، زن آتاتورک و تمام زنان ترکیه این شکلی بودن. الان بعد 100 سال شما تفاوتی توی پوشش لطیفه خانم و زن اردوغان می‌بینید؟ در این زمینه ترک‌ها بسیار متعصب‌تر از ایرانی‌ها بودند.